سلام، صبحتون بخیر. سلام، ممنون. صبح خوبی شما؟ خیلی ممنون. تا قبلش خیلی با انرژی داشتی صحبت می‌کردی. هنوزم با انگیزم. هنوزم با انگیزه. پرسپولیسی همیشه با انگیزه. چه تیمیو بیشتر دوست دارین؟ معلومه پرسپولیس. پرسپولیس. آبی خوش رنگی که شما تنتون که من گفتم 100 درصد استقلالی. ما رو دوست داریم ولی خب تیم محبوبم پرسپولیسه. نظر درباره جونیور براندو چیه؟ نه والله. نه. خوب نی. فکر نکنم در سطح تیم مثل پرسپولیس باشه، چون امسال یه مهاجمی می‌خواستیم که بتونه حالا علیپور رو تغذیه‌اش کنه. براندو رو میندازه علیپور داخل محوطه، میخواد گل بزنه براندو یا نه؟ نمیزنه. راجبه ایشون نظر ندیم بهتره دیگه، همه میدونن دیگه. متاسفانه خریده اشتباهی بعضی وقتا دو تیم هم استقبال هم پرسپولیس میکنن که ضررش رو طرفدارا میبینیم و خود باشگاه. بازیکن بیکیفیتیه، چون دیگه کار یکی دوتا بازی نیستش که اگه مثلا بگیم تو یکی دوتا بازی شاید خودش رو میتونست نشون بده. الان چند تا بازی اومده هیچ عکس العمل خاصی ما از این بازیکن ندیدیم. اگه بهش زمان بدن، بهش میدون بدن، شاید خودش رو نشون بده، ولی فکر نکنم. خب پس چرا خریدنش؟ حالا بخاطر اون آقای عربا، تغییرات مدیریتی ها اینا، یکم دیر شد نقل انتقالات. خب یه خریده بود که فکر کنم زیاد به صرفه نبود اصلا، کنند هیچ لحاظ. بهترین خرید خارجی پرسپولیس از نظر شما کیه؟ بشار رسن. دو سه تا داشته، یکیش همین بشار رسن بوده. خیلی زیاد بودن ولی الان کسی که تو تیم هستن، من خودم با بشار رسن خیلی عالی. بازیکن محبوب، همه دوست داشتنی، همه هم عاشقشن. بازیکنیه که وقتی تعویض میشه خوب میتونه تیم تغذیه کنه از کنارا و پاسای کلیدی میده. به نظر من میتونن از کیفیتش خیلی بیشتر استفاده کنه آقای کالدرون. بشار رسن هم خدا کن آقای کالدرون بیشتر بهش میدون بده. کی یادم رفت کی خدا کجایی بود که سبتا زد به استقلال؟ ایمون زاهد. ایمون زاهد. یعنی فقط چون که سه تا زد به استقلال از نظر شما؟ نه، به خاطر سه تا گل. شما بازیش رو نگاه کنید، هر وقتی اومد تو زمین، درسته اضافه وزن یه ذره به نظر من داشت، ولی هر وقت اومد تو زمین گلش رو زد، چارچوب شناس بود و بازیکن خوبی بود. چرا پرسپولیس اکثر خریدهای خارجیش خوب در نمیاد؟ نمیدونم، شاید پای دلال و اینجور چیزایی که میاد وسط. به خاطر عدم مدیریت کافیشون و اینکه یه سری اسمشو میشه گفت واقعا مزرب دلال دیگه. یه سری بازیکن میارن فقط به عنوانی که مثلا همین آقای جونیور اسم برزیل بودن رو یدک میکشه، ولی اینا هیچ فوتبالی ازش به عنوان یک فوتبالیست خوب برزیلی ندیدیم. یه سری واسطه‌هایی به وجود واسطه‌ها. خب اصلا چرا باید واسطه گری و دلال بازی باشه این وسط؟ اگه واسطه گری تو فوتبال نبود که فوتبالمون الان اوضاعش این نبود، ما حداقل تو رتبه پنجم جهان بودیم. به نظر بهتر نیست به جای خریدهای خارجی از جوونا استفاده بکنن؟ 100%. پرسپولیس جووناشو استفاده میکنه، الان چند تا بازیکن خیلی خوبه جوون از آکادمیاش اوره بالا، ولی خب بالاخره هم تجربه و تکنیک باشم جوون گرایی. البته پرسپولیس هم یه بازیکن خوب جوونو گرفته دیگه، قابلیتش آدم نیست. من چون پرسپولیسی نیستم نمیتونم کمکت کنم. این شانس دست دادید دیگه. الله اکبر. من حیف که خیلی نمیتونم با شما گلگل کنم. آقا خیلی ممنونم از شما. متشکرم. خداحافظ.